ادریس نیازی فارغ از رشته حقوق و کارمند وزارت معارف در نظام جمهوریت با خانمش کونیز کارمند دولت بود، قبل از حاکم شدن طالبان بر قدرت زندگی آیدیال خود را با دختر خردسالشان در شهر کابل سپری میکرد. اما پس از حاکم شدن طالبان در آگست 2021 زندگی آنها دیگرگون شد. اقامت ما نداریم چون ما آمدیم از طریق قاچاق آمدیم. بعدش وضعیت خوب نیست. چون خود ترکیه برای مهاجرینی که در اینجا است اجازه کار نمیکنه. و اجازه کار که نداشته باشی معلوم دار است که از لحاظ اقتصادی تو مشکلات زیادی را تحمل میکنی. ادریس نیازی 32 ساله اکنون با عنوان فلزکار در ولایت قیصریه ترکیه در بدل مزد ناچیز بدون داشتن آینده مشخص کار میکند و از اخراج اجباری از ترکیه نیز در حراس است. شبنم محمدی، جوانی که متعلم صنف 11 همه مکتب در ولایت هرات بود، با مجرد به قدرت رسیدن طالبان مجبور شد با خانوادهش افغانستان را ترک کند و به ترکیه پناهنده شود. به گفته خانم محمدی، پدرش در نظام پیشین با نیروهای امریکایی همکاری داشت و بودنشان در کشور خالی از خطر نبود. اجازه کار مثلا نداره، خودت باید تلاش کنی تا از همو مشکلات برای که بسیار مشکلات زیاده. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از 1.6 میلیون افغان به مانند نیازی از آگست 2021 بدین سو، یعنی پس از به قدرت رسیدن طالبان، مجبور به ترک از کشور شدند که به صورت مجموعی تعداد مهاجرین افغان در کشورهای همسایه را به بیشتر از 8.2 میلیون نفر رسانده است. از جمله بیش از 300 هزار پناهجوی افغان در ترکیه زندگی می کنند که بسیاری از آنها مانند نیازی امیدوارند که به کشور ثالث منتقل شوند. از سوی دیگر بسیاری از خانواده های افغان در ترکیه سال هاست که منتظر اسکان مجدد در کشورهای ثالث می باشند. منیر منصوری، گرداننده یکی از برنامه های موسیقی و سرگرمی در افغانستان، با گفته خودش در سال 2016 به نسبت تهدیدات امنیتی در شهر کابل با همراه خانوادهش مجبور به ترک افغانستان شد و به ترکیه پناه برد. از همان زمان تا اکنون منتظر اسکان مجدد یا پناهنده شدن در یکی از کشورهای اروپا می باشد. شرایط ما در ترکیه شرایط نه تنها از منیر منصوری که یک خبرنگار بود یا یک نطاق بود یا در رسانه کار کرده بود که اصلا کارهای خشره و کارهای را کرده، امروز هموطنهای ما، افغانهای ما، هم جوار خودم که من هم جوار از اونا می استادم ایشون کار میکنم، کارهای شاقه و کارهای بسیار سنگینی را از سال 2016 تا امروز که در ترکیه هستم من انجام میتم. چون ما یک مطل داریم، میگم به غریبی ننگ نیست، مجبور هستیم کار بکنیم، مطل ما نیست. و امو مسلک ما امروز در ترکیه مثلا ما اجازه کار کردن نداریم، از طریق سوشل میدیا که یک تلویزیون مثلا اینجا همشان زبان ترکی هستن. سال گذشته دیدبان حقوق بشر گزارش داد که ترکیه به طور معمول ده ها هزار پناهجوی افغان را به ایران باز میگرداند یا آنها را بدون بررسی اندک به افغانستان دیپورت میکند. مشکلات پناهجویان افغان در داخل ترکیه متفاوت است. مثلا بازداشت ها، دیپورت ها، بازداشت ها بیش از حد شده چون انتخابات نزدیک شده و از یک انتخابات دیگه تازه رد شدیم و همچنین دیپورت ها هم از دو طریق اجرا میشه، که از طریق هوایی و هم از طریق زمینی به صورت شبانه از سمت ایران. می هفته قبل بود که تنها در یک روز 4 پرواز چیز حدود 820 پناهجوی افغان از شرق ترکیه به کابل دیپورت کردند. این در حالی است که ترکیه همچنان میزبان بیشترین تعداد پناهندگان در سراسر جهان است که به دلایل درگیری ها، خشونت و آزار اذیت به این کشور پناهنده شدند و تعداد هم از این کشور به حیث پل عبور برای رسیدن به کشورهای اروپایی استفاده می کنند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.